سلام و درود بر هموطنان عزیزم. امروز جمعه ششم اسفند ماه 1400، همونطوری که قول داده بودم تصمیم دارم امشب به مجموعه سومین پرسش های شما پاسخ بدم که عمدتاً در مورد بحث امید بود و اینکه چه باید بکنیم و چجوری میتونیم عزم خودمون رو جذب بکنیم، امید خودمون رو حفظ بکنیم و همچنان تلاش بکنیم. پرسش های زیادی مطرح شده که شما که این همه اطلاعات دارید از مشکلات محیط زیست ایران و نامدیریت هایی که در سرزمین ما حاکمه، چگونه اینقدر هنوز امیدواری، چگونه هنوز با تلاش و با نگرش مثبت ادامه میدید، چگونه هستش که با منتقدانتون اینگونه رفتار میکنید، چگونه هستش که سعی میکنید حتی با دشمنانتون با احترام رفتار بکنید، کینه هاتون رو روی یخ مینویسید و دنبال جستن نکات مثبت هستید. این مسئله بسیار مهمیه. میدونم برای اینکه به اینجا برسم خیلی تلاش کردم، خیلی مطالعه کردم، خیلی سختی کشیدم. مشخصه که یک شبه به دست نمیاد، ولی به نظرم میارزه و توصیه میکنم که حتما این مسیر رو ادامه بدید. نترسید، نگران نباشید. به قسمت های منفی ماجرا که میرسید امیدتون از دست ندید. تلاش کنید با چیزهایی که دارید برای خودتون زندگی بسازید و نه با افسوس چیزهایی که از دست دادید. قصه اوکراین، قصه کیف، قصه حمله روسیه به یکی از متحدان آمریکا در اروپا که در کمتر از 2 روز به چنین فلاکتی افتاد، دوباره یادآور این نکته است که واقعا هیچ کسی از آینده خودش خبر نداره و ما باید تلاش بکنیم در لحظه بهترین کیفیتی رو که میتونیم به ارمغان بیاریم بیاریم و به امید فردا در واقع ماجرا رو منتقل نکنیم. من وقتی که 30 سالم شده بود به جرأت میگم که بیش از 20,000 کتاب خونده بودم. کتاب هایی در حوزه های مختلف، فیلم هایی در حوزه های مختلف دیده بودم و در مورد فیلم ها نقد می نوشتم، بحث می کردم، کتاب ها رو می خوندم و با اشتیاق با دوستانم با خانوادم در موردش صحبت می کردم، تکرارشون می کردم، دعوت میکردم که نقد بکنن قسمت های زیبا، فرازها و فرودها شد تا تو ذهن من ملکه بشه، تا برسم به یه تفکر بین رشته‌ای. درسته که من سال 66 وارد دانشگاه تهران شدم و در رشته مهندسی آبخیزداری در واقع ورود کردم در رشته تخصصی، اما فقط به اون رشته تخصصی اکتفا نکردم و کتاب های بسیاری در حوزه‌های جامعه شناسی، روانشناسی، حقوق، تاریخ مطالعه کردم. سعی کردم که خودم رو جای شخصیت‌های مختلف بذارم و به راحتی قضاوتشون نکنم. 3 تا اصل مهم در زندگی من همیشه وجود داره. یکی این که از هیچ کسی انتظار نداشته باشم. انتظار از یک شناخت 100% فقط میتونه چراغ سبز بگیره، وگرنه اگر شناخت شما ناقص باشه که ناقص هست و انتظار برآورده نشه، شما عصبانی میشید، خشمگین میشید، دلگیر میشید، دلچرکین میشید، قهر میکنید و بخشی از این کینه ها و کدورت ها رو با خودتون حمل میکنید. از هیچ کسی به جز خودتون انتظار نداشته باشید. تازه وقتی خلوت میکنید ببینید که چقدر حتی خودتون رو هم به درستی هنوز نشناختی. دومین
اصل زندگی من اینه که تلاش بکنم حتی دو روز تکراری نداشته باشم. تکرار بیچاره میکنه آدم رو. سعی بکنید یا سفر بکنید، یا فیلم ببینید، یا کتاب بخونید، یا با یک آدمی که حرفی برای گفتن داره هم صحبت بشید و روزگارتون رو از تکرار نجات بدید. اگر بتونید امروز نسبت به دیروز حرف جدیدی داشته باشید، یعنی شخصیت جدیدی دارید و یعنی دو روز تکراری نداشتید. و آخرین نکته اینه که همیشه باید یادمون باشه که هیچ پخی نیستیم، هیچ کسی نیستیم. اون لحظه‌ای که فکر کردیم برای خودمون دیگه آدمی شدیم، کسی شدیم، اون لحظه لحظه فروپاشی و نابودی و سقوط ماست. ما همیشه محتاج دانستنیم، محتاج این هستیم که گوش کنیم، محتاج رواداری هستیم. همیشه کسانی هستن که به ما چیزهایی رو یاد بدن که نمیدونیم. هر چقدر شما دانشتون بیشتر بشه، بیشتر درک میکنید که چقدر نمیدونید و این نشانه فرهیختگیه. همه اینها واقعا لازمه برای اینکه شما به یک کنشگر امیدوار، مطالبه‌گر و خستگی ناپذیر تبدیل بشید. اما کافی نیست بچه ها، کافی نیست. اگه من اینجا ایستادم، چند راه دیگرم رفتم. من در سخت‌ترین و بدترین شرایط این کشور خدمت سربازی رفتم. برخی از بهترین دوستانم در برابر چشمان من تکه پاره شدن. روزگار سختی رو گذروندم، روزهایی که هیچ غذایی نداشتیم که بخوریم و توی یک سنگر در واقع در از ترس بمباران‌های هواپیمای عراقی در منطقه عجبشیر که پر از عقرب بود، ما ترجیح میدادیم که بخوابیم ولی نریم دوباره تو آسایشگاه. از بس که خسته بودیم، از بس که نایی دیگه نداشتیم و فکر میکردیم که نیش عقرب خیلی بهتر از اینه که دوباره خوابت از دست بدیم. این سختی ها خیلی آدم ها آب دیده میکنه، خیلی توانشو میبره بالا، خیلی به اصطلاح خواهش های اکولوژیکیشو میاره پایین تا به زودی و به راحتی از کوره در نره. و وقتی که از کوره در نری، اون وقتی که میتونی حرف برای گفتن داشته باشی، اون وقتی که میتونن مردم بهت اعتماد بکنن، بیان روی دیوارت یادگاری بنویسن، وقتی که تو بتونی خشمتو کنترل بکنی در برابر مردمی که هموطنت هستن، وقتی که تحمل بکنی توهین‌هایی که بهت میشه، انتقادهای شدیدی که از روی نادانی بهت میشه، اون وقته که یواش یواش پوست میندازی و میتونی اثرگذار باشه. اما حتی همین هم با این که لازمه، کافی نیست تا تو یه آدم موفق بشی، تا تو یه آدم ثروتمند بشی، تا تو خودتو بی نیاز بدونی از هر چه تعلقاتی که خیلی ها برای تصاحبش صف میکشن. من خودم رو یه آدم ثروتمند میدونم، بی اغراق فکر میکنم که یکی از ثروتمند ترین ثروتمندان ایران و جهان هستن، کسی که میتونه راحت و بدون هیچ دغدغه‌ای تو خیابون قدم بزنه هر ساعت شب، هیچ نگرانی هم نداشته باشه از اینکه کسی بخواد بهش تعرض بکنه، چون ثروتی که من دارم رو هیچ سارقی نمیتونه تصاحب بکنه و این ثروت حاصل بیش از نیم قرن تجربه زیسته ای که من به دست آوردم، تلاشی که کردم، سالهای سالی که اغلب مواقع تا 3 صبح بیدار بودم، مطالعه کردم، نوشتم و در سپیده دمان رفتم سر کار. 30 سال، 34 سال خدمت کردم و رسیدم به این جایی که هستم. این ثروت به دست نمی آمد اگر که من همراهان همراه و ارزشمندی نداشته بودم، اگر من همسری نمی داشتم که عاشقش باشم و بهش افتخار بکنم، اگر فرزندی نمی داشتم که وقتی تو چهرش نگاه بکنم
احساس بکنم که اون به پدرش افتخار میکنه و احساس آرامش بکنم. هرگز نمیتونستم موفق بشم. این بخت بزرگ زندگی محمد درویشه که خانوادش بهش افتخار میکنن و اون عاشق خانوادشه، عاشق خواهرشه، تنها خواهری که داره و اونم همینطور. همیشه گفتم که یک کنشگر اثرگذار محیط زیست اول باید بتونه تو خانوادش اثرگذار باشه، اول باید بتونه ارتباط خوبی تو خانوادش برقرار بکنه. اگه نتونه این کارو بکنه هرگز نمیتونه با مردمش ارتباط برقرار کنه. ما اول باید یک رابطه عاشقانه‌ای بتونیم با خودمون برقرار بکنیم. اگر من از خودم راضی بودم و نه از خود راضی بودم، اگر تونستم درک بکنم مهارت‌های خودم رو، اگر تونستم اندکی به آدم‌های فرهیخته و توانمندی مثل سعید ضروری‌ها نزدیک بشم، سعید ضروری‌ها جزء فرشتگان روی زمین هستن، کسانی که درس‌های زیادی برای ما دارن. سعید ضروری کسیه که شاید 20% در واقع توانمندی‌هاش در اختیارش نیست، اما با همون 20% کاری میکنه که کسایی که 100% توانمندی های فیزیکی رو دارن نمیتونن بکنن. چرا؟ چون سعید به چیزهایی که داره فکر میکنه و نه افسوس چیزهایی که نداره. و این گاز بزرگیه. این ما باید یاد بگیریم که به جای اینکه مدام بنالیم که چرا گلها خار دارن، کیف بکنیم که خارها گل دارن. وقتی که همه قراره بریم، حالا چند سال زودتر یا دیرتر، خیلی خیلی جدی گرفتن این زندگی و تلف کردن عمر برای انباشت اسکناس و بیتکوین عین نابخردیه، عین حماقته، عین جاهلیته. تو باید فقط تا اونجایی بری سراغ کسب مادیات که اون مادیات بتونه بهت اصالت بده تا تو درک کنی پیرامونتو بهتر و بتونی بهتر کمک بکنی به مردمت با عقل و درایت بیشتر. فقط آدم های از پیر شدن نمیترسن که همواره دارن روز جدیدی رو تجربه میکنن و کیف جدیدی رو به مجموعه کیفاشون می افزاین. و این بسیار بسیار نکته مهمیه و ما باید بدونیم که تا چه اندازه این نکته میتونه سرنوشت ما رو تغییر بده. اغلب هنرپیشه‌های سینما رو نگاه کنید، کسانی که با ظاهر خودشون پول تولید کردن، وقتی به جایی میرسن که دیگه پیشنهادی از نقش اول بهشون نمیرسه، پناه میبرن به مواد مخدر، داروهای ضد افسردگی و اغلب با سرنوشت تلخی زندگی رو ودا میکنن و خودکشی میکنن. در هالیوود این مسئله یه اپیدمی بزرگه. ولی اگه بتونی رو خودت کار بکنی، حرف برای گفتن داشته باشی، هر یه احساس نمیکنی که سربار هستی، تا لحظه آخر با غرور زندگی میکنی و کیف میکنی و احساس میکنی که به درد بخور بودی، همه اینا وقتی اتفاق میفتی که همطوری که گفتم بخت یارت باشه که بتونی عشق رو تجربه بکنی. و این عشق خیلی مهمه بچه ها، خیلی مهمه. من یه بارم اینو نوشتم که پدر من در واقع به خواستگاری دختری میره که دوچار روماتیسم قلبی شدیده و خیلی ها در واقع بهش توصیه میکردن که این کارو نکن، این دووم نمیاره، این برای تو فرزند نمیاره. ولی پدر من عاشق مادرم بود و باهاش ازدواج کرد و با اینکه تقریبا تو همه دورانی که من با مادرم بودم بخش بزرگیش تو بیمارستان بود و تحت درمان بود، اما به خاطر عشقی که پدرم به مادرم میداد، مادرم تونست سالهای سال خیلی بیشتر از اون چیزی که پزشکان فکر میکردن زندگی کنه. مادرم
فکر میکردن که حتی 20 سالگی رو نمیبینه، بچه دار نمیشه، ولی خب دو تا بچه به دنیا آورد، من و خواهرم، و تا 56 سالگی هم زندگی کرد. درسته که کم زندگی کرد و خیلی دوست داشتم که بیشتر باشه، اما میدونم که با عشق زندگی کرد و پدرم هم همینجور. و پدرم هم وقتی که مادرم رفت، ولی کیف زندگیشو کرد. منم این بخت رو دارم که این عشق رو تجربه بکنم و این عشق به آدم امید میده. اصلا آدمی که عاشق باشه از کسی نمیتونه کینه داشته باشه، نمیتونه به کسی حسد ببرزه، نمیتونه حسرت چیزی رو داشته باشه. آدم که عاشق باشه یعنی همه چی رو داره، یعنی صد پیش اونه. و برای همینم یه فرزند به دنیا آوردم تا اونم بتونه بخت عاشق شدن رو تجربه بکنه، و این خیلی خیلی مهمه. سرتون رو درد آوردم، امیدوارم که مجموع صحبتایی که در پاسخ به سومین پرسشی که مطرح کرده بودید ارائه کردم بتونه در واقع پرسش های شما رو جواب داده باشه، راه امید بخشی برای شما به تصویر کشیده شده باشه. چیزی نمونده به چالش هر شنبه های پیاده روی که از 10 اسفند ماه شروع میشه، و امیدوارم که تعداد زیادتری از هموطنان توی این چالش شرکت بکنن، عضو باشگاه پیاده روی کندو در تلگرام بشن با نام، نشان و عکس واقعی خودشون و با نصب اپلیکیشن سامسونگ هلث جوایز متعددی برای کسانی که بتونن روزانه 10,000 قدم طی بکنن که مجموعش برسه به 300,000 قدم در ماه مارس، یعنی از 10 اسفند تا 11 فروردین برای شما تدارک دیده شده. قرعه کشی در کار نیست، هر کسی که از 300,000 قدم بگذره تخفیفای خوبی برای خرید کفش، پوشاک ورزشی، استفاده از تسهیلات ورزشی مجموعه ایران مال، استفاده از کتاب‌های نفیس در مجموعه مرکز فرهنگی آبی شیراز، و همچنین خدمات بی سابقه‌ای که شهرک سلامت اصفهان برای آزمایش کامل خون در نظر گرفته، و ده‌ها مورد دیگه که ارزش شاید به حدود 10 میلیون تومان برسه. و این مسابقه هر ماه تکرار میشه. ما باید از خودمون شروع کنیم، حرف قشنگ زدن رو باید بذاریم کنار. ما داریم 90,000 میلیارد تومان پول میدیم برای درمان دیابت، کبد چرب، سکته های قلبی و فشار خون، و همش از کم تحرکی میاد. پس اگه میخوای یه آدم موثر باشی، اول همونطوری که گفتم رابطه عاشقانه خودت رو ثابت بکن با خودت و نشون بده که خودت رو دوست داری. بهانه ها رو بذاریم کنار. هر کسی هر چقدر هم که سر شلوغ باشه، به هر حال 2 ساعت باید وقت داشته باشه که پیاده روی بکنه، و شما با 2 ساعت پیاده روی در روز میتونید به راحتی 10,000 قدم رو بردارید. طرف من گفته آقای درویش من 9 ساعت کار میکنم. خیلی خب 9 ساعت کار کن، 8 ساعت هم بخواب، 2 ساعت هم غذا بخور، فیلم ببین. بابا بازم 2 ساعت وقت داری که پیاده روی بکنیم. این بهانه ها رو بذارید کنار، راه بریم، بقیه رو دعوت بکنیم. خیلی سریع سوار ماشین شخصیمون نشیم، اهل رکاب باشیم، اهل پیاده روی باشیم، به داد شهرمون برسیم. آلودگی رو کم میکنیم، آلودگی صوتی، آلودگی هوا، ترافیک، آسمان آبی رو برمیگردونیم. از همه بهتر شادمان تر خواهیم بود، نزا در هر 100,000 نفر کمتر خواهد شد، شهر ایمنتری خواهیم داشت، و به این ترتیب مردمان خلاقتری میتونیم پرورش بدیم. حالمون بهتر خواهد شد، این کشور متعلق به ماست، نباید لگد بزنیم. اگه به هر دلیلی که دلیل‌های درستی هم هست از مدیریت حاکم بر این سرزمین انتقاد داریم، اینها میآیند و میروند، و این ما هستیم که میمونیم در این کشور، و این ایرانه که باید براش وقت بذاریم، براش جون بدیم و کیفشو ببریم، چون احساس مفید بودن به ما خواهد داد. درود بر شما و شب و روزتون بخیر. خوشحالم که کانال من رو در یوتیوب
دنبال میکنید، اون رو سابسکرایب میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید. ارادتمندم.